کوزوو کشوری کوچک در جنوب شرقی اروپا و در نواحی مرکزی شبه جزیره بالکانه. این کشور از غرب با کشورهای آلبانی و مونتنگرو، از شمال و شرق با کشور صربستان و جنوب با جمهوری مقدونی همسایه است. این کشور با مساحت 10887 کیلومتر مربع حدود 2 میلیون نفر جمعیت داره. با من همراه باشین تا با این کشور زیبا و کوچیک بیشتر آشنا بشین و اگه دوست داشتین لایک یادتون نره. بیشتر نژاد کشور کوزوو رو آلبانی ها تشکیل میدن، اما 4% رو سرب ها و 4% رو بقیه اقوام تشکیل دادن. دین بیشتر مردم این کشور اسلامه، اما تعداد ارتدوس و کاتولیک و پیروان بقیه ادیان هم ساکن این کشور هستند. این کشور به آب دسترسی نداره. دور تا دور این کشور رشتگوهای پوشیده از انبوه درختان جنگلی دیده میشه. وضعیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در این کشور 4 و 10% ارزیابی شده. کشور کوزوو دارای منابع طبیعی زیادیه و اقتصاد این کشور وابستگی شدیدی به منابع طبیعی داره، به طوری که اگه منابع طبیعی این کشور نباشه، به طور کلی نمیشه شرایط اقتصادی خوبی برای اون در نظر داشت. این کشور ذخایر عظیمی از سرب و نقره داره، به طوری که در سالهای اخیر صادرات کوبالت از این کشور به سایر کشورها بسیار زیاد دیده شده و همچنین در این کشور مس و آهن هم وجود داره و اوضاع اقتصادی این کشور تا حد زیادی وابسته به کوبالت و مس و آهن ارزیابی شده. کوزوو یکی از کشورهاییه که درگیر جنگ‌های زیادی بوده و این موضوع باعث شده که ضربه زیادی به این کشور وارد بشه. واحد پول کشور کوزوو یوروست و از مهمترین صادراتش انواع فلزات، تولیدات چرمی و ماشینالاته. البته که فضای اقتصادی کشور کوزوو روز به روز غنی‌تر میشه و تولیدات چرمی بخش مهمی از اقتصاد کشور به شمار میاد. پیشرفت کشور کوزوو بیشتر در راستای اقتصادی رویت شده. وضعیت پیشرفته اقتصادی در این کشور به صورتی که هر شخص میتونه با ثبت شرکت به نتیجه خوبی برسه. کوزوو در سال 2008 اعلان استقلال کرد، گرچه صربستان اون رو بخشی از خاک خودش میدونه، چون کوزوو از دیرباز قسمتی از صربستان بوده و بعد از حکومت 500 ساله عثمانی ها بر بالکان در جنگ اول، بالکان در سال 1912 مجدداً به صربستان پیوست و بعد از جنگ جهانی دوم هم کوزوو به عنوان یک استان خودمختار از جمهوری صربستان که خودش قسمتی از کشور سوسیالیستی یوگسلاوی شناخته میشد بود. با فروپاشی و کوچک شدن یوگسلاوی در سال 1991 کوزوو هم قصد استقلال داشت که توسط یوگسلاوی به شدت سرکوب شد و بعد از درگیری‌های شدید بین ارتش یوگسلاوی و ارتش آزادی بخش کوزوو نهایتاً ارتش یوگسلاوی عقب نشینی کرد و کوزوو استقلال خودش رو اعلام کرد. در حال حاضر 97 کشور دنیا استقلال کوزوو رو به رسمیت میشناسن. جالبه بتونی 15 کشور هم که کوزوو رو به رسمیت شناخته بودن بعداً رسمیتشون پس گرفتن. ایران کوزوو رو به عنوان یک کشور به رسمیت نمیشناسه. به نظر میاد با توجه به مخالفت روسیه و چین، کوزوو به این زودی‌ها به عنوان یک کشور در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشه. گرچه این کشور با عضویت نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم در اومده. این کشور دارای اقلیم قاره‌ایه، به طوری که زمستان‌های سرد و پربرف و تابستان‌های نسبتاً گرمی داره. جریان‌های هوای سرد آرد و هوای گرم و مرطوب مدیترانه‌ای باعث ایجاد تنوع آب و هوایی در این منطقه شده. مناسب‌ترین زمان سفر به کوزوو بهاره و بعد تابستان. هوای بهار بهتره و شهرها خلوت‌تره، ولی بارندگی هم زیادتره. در فرهنگ کشور کوزوو امید به زندگی بالایی داره و این کشور جوانی به حساب میاد، چون تعداد جوانان این کشور بسیار بیشتر از افراد کهنساله. مردم کشور کوزوو فرهنگ بسیار مدرنی دارند و این موضوع سبب شده که خانه‌های مد و فشن‌های زیادی در این کشور دیده بشه. به طور کلی فرهنگ مردم این کشور وابسته به شادی و زندگی سالمه و این موضوع بین کودکان اونها هم دیده میشه. پریشتینا پایتخت و یکی از شهرهای دیدنی کشور کوزوو است و البته که پرجمعیت‌ترین و بزرگترین شهر هم محسوب میشه. این شهر پر است از فضای اداری و اقتصادی و فرهنگی که دارای کوچه‌ها و خیابان‌های باریک و سنفرشه و خانه‌هاشون قدیمی با سنگ و چوب و خاک ساخته شده. پریشتینا مراکز خرید زیادی داره که بسیار مدرن طراحی شدن. برج‌های بلند مرتبه و نورساز از جمله برج حکومتی دولتی و برج ساعت در این شهر بسیار دیدنی و جذابند. کلیسای جامع مادر ترزا در کوزوو یک کلیسا با 2 درب ورودیه که دیوارهای اون اغلب قرمز رنگند و سقف‌های مثلثی شکل دارند که دور تا دور این کلیساها پر از جنگل‌های طبیعی و سرسبز پوشیده شده. قوانین کشوری در این سرزمین بر اساس جدیدترین ساختار سیاسی اروپایی ارزیابی شده. مردم کشور کوزوو سعی می‌کنند قوانین کار و زندگی رو از هم جدا کنند. حجاب کشور کوزوو آزاده و البته که زبان کشور کوزوو هم متنوعه. در طراحی پرچم این کشور از رنگ‌های زرد و آبی نشانه صلح و امنیت استفاده شده. هر یک از شهرهای این کشور دارای قوانین شهری مخصوص به خودشون هستند. و جالبه بدونید که افراد ترانسکشوال طبق قانون این کشور امکان تغییر جنسیت ندارند و همچنین در این کشور رانندگی از سمت راست صورت میگیره. حالا بهم بگید شما تا به حال در مورد این کشور چیزی هم شنیده بودین؟ هزینه زندگی در کوزوو به میزان قابل توجهی پایینه و اون رو به مقصدی ایدئال برای کسانی که به دنبال گزینه‌های زندگی مقرون به صرفه هستن تبدیل میکنه. به خصوص هزینه مسکن آپارتمان و خانه‌ها با نرخ‌های مناسب در مناطق شهری و روستایی در دسترس هستند. هزینه‌های خورد و خوراک و حمل و نقل هم در کوزوو به نسبت پایینه. بازارهای محلی محصولات تازه و ارزان قیمت رو ارائه میدن و حمل و نقل عمومی گزینه مقرون به صرفه برای رفت و آمده. در حالی که درآمد کوزوو به طور کلی کمتر از سایر کشورهای اروپایی، هزینه پایین زندگی میتونه این امر رو برای مهاجران جبران کنه. به طور کلی کوزوو یک جایگزین مقرون به صرفه برای سایر مقاصد اروپایی به حساب میاد. خب اینم از ارزان‌ترین کشور اروپا. ویدیوی بعدیمون در مورد کشور صربستانه. پیشنهاد میکنم از دستش ندید. لطفاً برای حمایت از کانالم لایک و سابسکرایب کنید. مرسی.